خپل، نویسنده جک لندن، راوی احسان عطاری. جان کلورهاوس مردی بود با صورتی گرد و خپل. می دانید که منظورم چه جور قیافه هایی است؟ گونه های پهن با چانه و پیشانی شلوول که در گونه هایش محو و یکی شدند تا گردی صورتش را کامل کنند. بینی پهن و گوشتالودی وسط صورت گردش مانند گلوله‌ای خمیر می‌نمود که به سقف چسبیده باشد. شاید به همین دلیل از او متنفر بودم. در نظرم او واقعاً زشت و کریه و وجودش نکبت بار بود. شاید مادرم خرافاتی بوده و از جهت اشتباه و در وقت نامناسب به ماه نگریسته است. به هر جهت من از جان کلورهاوس بیزار بودم. بدین خاطر از او متنفر نبودم که نسبت به من مرتکب خطایی شده باشد. اصلاً چنین چیزی نبود. تنفر من عمیق‌تر، نامحسوس‌تر، ناملموس‌تر و غیر قابل توصیف‌تر از آن بود که بتوان با کلمات آن را بیان کرد. همه ما چنین تجاربی در زندگیمان داشته ایم که مثلا کسی را برای اولین بار ببینیم که حتی به فکرمان هم خطور نمی کرده چنین شخصی وجود داشته باشد و حس می کنیم از او خوشمان نمی آید. چرا؟ خود نیز نمی دانیم. فقط این را می دانیم که از او خوشمان نمی آید. او را دوست نداریم. همین و بس. و این احساسی بود که من نسبت به جان کلورهاوس داشتم. این شخص چه حقی داشت که خوشحال باشد؟ به هر حال شخص دلزنده‌ای بود. همیشه خوش و خرم بود و اوضاع بر وفق مرادش. لعنت بر او. وای که چقدر خنده‌های او روح مرا می آزرد. البته دیگران نیز می خندیدند ولی آزرده نمی شدم. خود من هم قبل از دیدن جان کلورهاوس می خندیدم. اما خندهش مرا عصبی می کرد و بیش از هر چیز دیگری در این دنیا مرا آزار می داد. ذهنم را تسخیر و روحم را اسیر کرده بود. رهایم نمی ساخت. خنده هایش غول‌آسا بود. صدای یک نواخت و ناموزون خنده هایش مانند سوهان روحی در عمق احساساتم و در خواب و بیداری همراه هم بود. هنگام طلوع آفتاب صدای خنده هایش در مزرعه می پیچید و خواب شیرین صبحگاهی را بر من حرام می کرد. ظهرها هنگامی که گیاهان سبز زیر تابش سوزان آفتاب می‌پژمردند و پرندگان به اعماق جنگل باز می‌گشتند و تمام عالم در خواب ناز بود، صدای قاه‌قاه خندش تا به آسمان پر می‌کشید و خورشید را به مبارزه می‌طلبید و در سیاهی نیمه شب صدای قهقهه بلند آزاردهندش از تنها تقاطع خلوتی که از شهر به خانه‌اش باز می‌گشت مرا بیدار می کرد و آزار می داد. چندان که از شدت عصبانیت ناخونهایم را در کف دستم فرو می کردم. شبها مخفیانه بیرون می رفتم و گله حیوانات او را در مزرعه‌اش رها می کردم. اما صبح صدای خنده های بلندش را هنگام خارج کردن گله‌اش از مزرعه می شنیدم که می گفت چیز مهمی نیست، حیوانای بیچاره و زبون بستره که نمیتونم به خاطر چرا توی مزرعه سرسبزتر سرزنش کنم. او سگی داشت که مارس صدایش میزد، جانوری بزرگ و عظیم و جسه که نیمی از نژاد سگ شکاری و نیم دیگر از نژاد سگ پلیس بود و به هر دو نیز شباهت داشت. وجود مارس مایه خوشحالی او بود و آن دو همیشه با هم بودند. اما من همیشه منتظر فرصت بودم و یک روز هنگامی که موقعیت مناسب پیش آمد ترتیب حیوان را با گوشت سمی دادم. این مسئله مطلقاً تأثیری روی او نداشت و مثل همیشه خنده هایش از ته دل و مداوم بود و صورت گرد و خپلش مثل گذشته می نمود. اقدام بعدی من این بود که کاهدانی و آغلش را به آتش بکشم. اما صبح روز بعد که یک شنبه بود برای خودش خوش و بیخیال می گشت. در حالی که از تقاطع در حال عبور بود از او پرسیدم ای کجا؟ و او در حالی که صورت گرد و خپلش از خوشی مثل ماه شب 14 می درخشید جواب داد دارم میرم شکار قزلالا، می میرم براش. آیا تا به حال خداوند چنین شخص غیر قابل تحملی را آفریده است؟ کل برداشت سالانه اش در انبار قله و کاهدانی برباد رفته بود.
میدانستم که آن را بیمه هم نکرده و با وجود این مضیقه و زمستان طاقت فرسایی که در پیش بود با خوشحالی به صید قزلالا میرفت چون براش میمیره. اگر اندکی غم در چهره خندان و یا اخمی در پیشانیش بود و یا قیافه وارفتش کمی جدی به نظر میرسید و حتی برای مدت کوتاهی هم که شده میتوانست آن خنده را از چهره خود دور نماید، مطمئنم که می توانستم برای مدتی او را ببخشم، ولی نه، او حتی در بد اقبالیش نیز شادتر می نمود. حتی روزی به او توهین کردم، اما به آرامی و با لبخندی از روی تعجب به من نگریست. آهسته پرسید: باید با دعوا کنم؟ چرا؟ و بعد زد زیر خنده و گفت: تو خیلی مسخره ای، بزنمت که میمیری. وای خدا، اگر شما جای من بودید چه میکردید؟ این دیگر از تحمل من خارج بود. بی نهایت از او متنفر بودم و بعد هم از اسمش بیزار بودم. کلور هاوس، با عجب اسمی، مزخرف نیست؟ کلور هاوس، خدای من، آخر کلور هاوس. این سوال را چندین بار از خودم پرسیدم. اگر اسمیت، براون یا جونز بود، برایم اهمیت نداشت. ولی کلور هاوس، قضاوت در این مورد را به شما واگذار می کنم. چندین بار کلور هاوس را پیش خود تکرار کنید. فقط به تلفظ مسخره اسم کلور هاوس توجه کنید. کلور هاوس. آیا مردی که چنین اسم مسخره‌ای دارد، باید زنده بماند؟ من از شما می پرسم. شما هم حتما خواهید گفت نه. من هم می گویم نه. ناگهان به یاد وامی که از بانک گرفته بود افتادم. حال که انبار قله و محصولاتش نابود گشته، می دانستم که نمی توانم از پس پرداخت آن براید. بنابراین ترتیبی دادم که آن وام به یک نزولخوار شرور و خسیس منتقل شود. ظاهراً من در این ماجرا نقشی نداشتم، اما از طریق این شخص ملک را ضبط نمودم و فقط چند روز، باور کنید یا نه، قانوناً فقط چند روز به جان کلور هاوس فرصت داده شد تا گله و اسباب اساسیش را از آن ملک تخلیه نماید. بیش از 20 سال بود که آنجا زندگی می کرد. قدم زنان رفتم تا ببینم این قضیه چه تأثیری روی او گذاشته. اما او با چشمانی گرد و براق و چهره‌ای که هر لحظه درخشان تر می شد با من روبرو گشت. آه آه خندید و گفت: تو تا حالا چیزی راجب کوچکترین و بامزده ترین پسر من شنیدی؟ بیا برات تعریف کنم. اون لب رودخونه مشغول بازی بود که یه دفعه ساحل شنی رودخونه ریزش کرد و افتاد تو آب و فریاد زد: بابا بابا کمک، گرداب داره منو با خودش میبره. لحظه ای درنگ نمود تا من هم در شادی اهریمنی او شرکت کنم. به تندی گفتم: اصلاً هم خنده‌دار نیست. و می دانم که قیافه‌ام در هم رفت. او با شگفتی به من نگریست و آن شعف لعنتی که هر لحظه بیشتر هم می شد در صورتش شروع به شکفتن نمود، تا اینکه قهقهه خنده را سر داد و گفت: تو اصلا لطفشو درک نمی کنی. اصلا نگرفتی موضوع چیه؟ چرا؟ اینجا رو باش، میدونی که تنداب. ولی من چرخی زدم و از آنجا دور شدم. دیگر به آخر خط رسیده بودم. نمی توانستم وجود او را بیش از این تحمل کنم. با خود فکر کردم باید به این وضع خاتمه داده شود. لعنت بر او، زمین باید از لوس وجود او پاک گردد. همانطور که از تپه عبور می کردم، صدای خنده روباور او را می شنیدم که در آسمان تنین انداز گشته بود. حال به خود می بالم که همه امور را به این تمیزی انجام دادم و زمانی که تصمیم به کشتن جان کلور هاوس گرفتم، در نظر داشتم طوری ترتیب کار را بدهم که بعدها هر وقت به گذشته نگاه کردم احساس شرمساری نکنم. من از سنبلکاری بیزارم و همچنین از قساوت. به نظر من کشتن کسی با مشت و لگد کاری ناشیانه است. کتک کاری حال مرا به هم می زند. بنابراین کشتن جان کلور هاوس، واقعا چه اسمی، با گلوله یا کارد و یا با چوب و چماق هم به نظرم اصلا جالب نیامد. من نه تنها مجبور بودم که ترتیب این کار را ماهرانه و با دقت بدهم،
بلکه باید طوری انجام می شد که کوچکترین سوء ظنی متوجه من نگردد. برای انجام این کار تمام دانش خود را به کار گرفتم و بعد از یک هفته تفکر عمیق نقشه این کار را کشیدم و بعد دست به کار شدم. یک ماده سگ اسپانیل 5 ساله خریدم و تمام توجه و هم‌وغم خود را صرف تربیت او نمودم. اگر کسی مرا می پایید، متوجه می شد که تنها هدف این تربیت پیدا کردن و برگرداندن اشیا بود. من به سگ که وی را بلونا نامیده بودم، یاد دادم که تکه چوب هایی که در آب پرت می کردم، نه تنها به من برگرداند، بلکه خیلی سریع و بدون بازی با آنها این کار را انجام دهد. مسئله مهم این بود که یاد بگیرد به هیچ عنوان توقف نکند و هرچه سریع‌تر چوب را برگرداند. تمرینی که با او انجام می‌دادم این بود که بدوم و او مرا با چوب در دهان دنبال کند تا اینکه به من برسد. او حیوان باهوشی بود و این بازی را آنچنان شایسته فرا گرفته بود که خیلی زود از او احساس رضایت کردم. بعد از آن در موقعیتی ظاهراً اتفاقی بلونا را به جان کلورهاوس تقدیم نمودم. به کاری که می کردم وقوف کامل داشتم، چرا که از نقطه ضعف کوچک او آگاه بودم و می دانستم که جدن و به طور دائم مرتکب خلافی کوچک در خفا می گردد. وقتی تنابی را که به گردن بلونا بسته بودم در دستش گذاشتم، در حالی که نیشش تا بناگوش صورت ملعونش باز شده بود گفت: نه نه نمیتونم قبول کنم. میدونی من یه جورایی فکر میکردم تو از من خوشت نمیاد. واقعا مسخره نیست که من همچی فکری میکردم؟ و به خاطر فکری که کرده بود داشت از زور خنده میترکید. سعی کرد که از لابلای حملات پرشور خنده بپرسد: اسمش چیه؟ گفتم: بلونا. اوز خندی زد و گفت: چه اسم خنده داری؟ در حالی که شادمانی او مرا به سرحد جنون رسانده بود، دندان قروچه ای کردم و با خشم گفتم: مگه یادت نیست که این اسم زن مارس بود؟ صورتش شروع به شکفتن کرد تا اینکه زد زیر خنده و گفت: اسم یه سگ دیگم بود. آره، خب فکر کنم حالا بیوه شده. نه ای وا. او شروع به پایکوبی و شادمانی کرد و من از روی تپه برگشتم و به سرعت پا به فرار گذاشتم. آن هفته سپری شد. شنبه شب به او گفتم: تو دوشنبه از اینجا میری دیگه نه؟ سری تکان داد و نیشش باز شد. پس دیگه نمیدونی از اون ماهیه قزلالایی که براشون میمیری بگیری؟ ولی او متوجه نیشخندی که در کلام من بود نشد. در حالی که پیش خود میخندید میگفت: خب نمیدونم راستش، ولی فردا میرم، یعنی سعیم و میکنم که برم. این حرف مرا بیش از پیش مطمئن ساخت که نقشم میگیرد و در حالی که از شادی در پوست خود نمیگنجیدم به خانه رفتم. فردا صبح زود او را دیدم که با سبد ماهیگیری و یک گونی در حالی که بلونا در کنار او بدو بدو می کرد رد می شد. می دانستم که مقصدش کجاست. از راه میانبر پشت مرغزار می گذرد و از لابلای بوته های به هم تنیده زیر درختان به طرف نوک کوه می رود. در حالی که خودم را با دقت از دید او پنهان می کردم، چندین کیلومتر او را تعقیب نمودم تا بین تپه ها به یک محیط باز آمفی‌تئاتر مانند رسیدم. از آنجا رودخانه‌ای کوچک از دل دره ای عمیق به طرف پایین سرازیر و در برکه آرامی که بین صخره ها محصور بود می‌ریخت. اینجا همان مکان مورد نظر بود. پایین پای کوه نشستم تا ناظر تمام جریانات باشم و پیپم را روشن کردم. قبل از اینکه مدت زیادی را به انتظار بنشینم، سر و کله جان کلورهاوس در حالی که به زحمت پیش می آمد پیدا شد. بلونا سلانه سلانه در کنار او راه می رفت و پارس‌های بیتابانه او با خسخس نفس‌های جان کلورهاوس در هم آمیخته بود، ولی هر دو از روحیه‌ای عالی برخوردار بودند. زمانی که به برکه رسیدند، سبد ماهیگیری و گونی را زمین گذاشت و از جیب پشت شلوارش چیزی که به نظر یک شمع کلوف به نظر می رسید بیرون کشید. اما من می دانستم که آن چوب کبریت قول ها بود و این وسیله ای بود
که با آن قزلالا می گرفت. او آنها را با مواد منفجره شکار می کرد. برای اتصال فیتیله به این چوب کبریت غول، آن را محکم با تکه پارچه‌ای پوشاند، سپس این فیتیله را روشن و مواد منفجره را داخل برکه پرتاب نمود. بلونا مانند تیری که از کمان رها شده باشد، به دنبال آن به داخل برکه پرید. می‌خواستم از خوشی هوار بزنم. گیلبرهاوس سر او فریاد کشید، ولی بیفایده بود. به طرف او سنگ و کلوخ پرتاب نمود، ولی بلونا همچنان شناکنان می رفت تا اینکه چوب کبریت غول را در دهان گرفت، چرخی زد و به طرف ساحل رودخانه شنا کرد. سپس برای اولین بار جان کلبرهاوس متوجه خطر شد و پا به فرار گذاشت، همانطور که پیش بینی کرده و طرحش را ریخته بودم. بلونا به ساحل رسید و دنبال او دوید. وای، باید به شما بگویم که بی نظیر بود. همانطور که قبلا گفتم، برکه در جایی شبیه یک آمفی‌تئاتر قرار داشت. در بالا و پایین برکه سنگ‌های پله مانند وجود داشت. بلونا بالا و پایین و دور تا دور این پله‌ها را به دنبال جان کلبرهاوس دوید. هرگز باورم نمی‌شد که یک چنین شخص دست و پا چلفتی بتواند با این سرعت بدود. اما او این چنین می‌دوید و بلونا که مثل برق در پی او روان بود، به او نزدیک شد و سپس به محض اینکه به او که شلنگ تخته میانداخت رسید و در کنار او ورجه برجه کرد، برقی ناگهانی آسمان را روشن نمود. متعاقب آن صدای انفجار مهیبی به گوش رسید و سپس دودی به هوا بلند شد و جایی که آن مرد و سگ لحظه‌ای پیش بودند، چیزی به جز حفره‌ای بزرگ دیده نمی‌شد. مرگ بر اثر حادثه در حین ماهیگیری غیرقانونی. این حکم هیئت ماموران تحقیق در مرگ‌های مشکوک بود، به دلیل روش ماهرانه و دقیقی که با آن به زندگی جان کلبرهاوس خاتمه دادم، به خود می‌بالم. در این کار نه سنبلکاری، نه شقاوت و نه چیزی که از آن احساس شرمساری کنم دیده نمی‌شود. و مطمئنم که شما نیز با من موافقید. دیگر حنین خنده های اهریمنی او در تپه ها نمی پیچد و قیافه خپل او مایه آزار من نمی شود. روزها را با آرامش سپری می کنم و شبها با خیالی آسوده به خواب می روم. سلام، شبت بخیر. امشب دیر اومدی، میخوام تا صبح حسابی با هم بخیر.